به نام خدا به اخبار ورزشی این ساعت از شبکه ورزشی 3 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 حوتی 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 14 مارچ 2018 میلادی. نخست سرخط خبرها. قدردانی مرکز ابتکار عمل از عبدالعظیم بدخشی. صعود روم و سیویا به دور بعد لیگ قهرمانان اروپا. و تمدید قرارداد لوکاس. قاسم غفوری هستم با مشروع خبرها. مرکز ابتکار و عمل عبدالعظیم بدخشی را مورد تشویق قرار داد. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در رقابت های اسفل هندستان موفق به شکست حریفان خارجی شد و امروز مورد تشویق انجمن ابتکار و عمل قرار گرفت. بدخشی ورزشکار خوب افغانستان که در سازمان اسفل هندستان به 4 پیروزی پی در پی رسید و موفق شد تمام حریفان خارجیش را نکرد کند. این بازیکن دوشنبه به کابل بازگشت و مورد تشویق بسیار از سیاستمداران، رؤسای ورزش و مردم کشور قرار گرفت. بدخشی امروز نیز از سوی مرکز ابتکار و عمل تقدیر شد. در طول 16 سال گذشته با افغانستان یگانه چیزی که خوبتر توانست مردم ما را به یک قهرمانی و به یک ملت شدن یک جا بسازند ورزش افغانستان بوده. ما با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان در 15-16 سال گذشته در سرهای مختلف ما شاهد یک بازسازی خوب یک کارهای بنیادی نبودیم، اما خوشبختانه در عرصه ورزش ما نسبت به کشورهای همسایه و کشورهایی که در آسیا هستند مو قهرمانی و افتخارات خود داشتیم. زمانی که یک ورزشکار داخل رینگ میشه از اینکه فایت بکنه یا نکنه همی که خود تکان بده و رقص پا کنه و شروع کنه و فایت معلوم میشه که ورزشکار است یا نه. یکی داد از دوستای دیگر ما به عنوان قهرمان بعض چیزایی را در اینجا میارن و در رسانه هم سر صدای زیاد دارن نسبت به بدخشی ساید بیشتر، اما به همه اگه کسایی در اداره ورزش است از این آگاهی دارن که اونا از کدام موقف و چی برنامه‌ای دارند که باز بعد از او به خاطر شهرت اینایشان بعضی کارها میکنند. این یک کلان افتخار است که شما بر افغانستان کسب کردین. واقعا باعث افتخار هستین، ما افتخار هستین. استادایی که در این عرصه شما زحمت کشیدن، فامیل محترمتان، تمام ارزش از این افتخار بر از اونا هم داده میشه و بر خود شما هم. واقعا خوشبخت هستیم که جوانای مثل شما را در این کشور داریم، جوانایی که دور از جنگ، دور از دغدغه های سیاسی و وضعیت فعلی افغانستان ات یک افتخار کلان به افغانستان میارن که در پولی تمام مشکلات اجتماعی که فعلا ما در او قرار داریم یک لبخند را برای لبهای تمام هموطنهای ما ظاهر میکنین، بنابرای که ما واقعا افتخار آفرین افغان هستیم و در کشور افغانستان داشتن مردهای مثل شما، افتخار آفرین های مثل شما را واقعا یک ارزش کلان برای سرمایه ورزشی افغانستان خود میداریم. در فرجام برنامه امروزی تقدیرنامه همراه با چپن که از سوی مرکز ابتکار و عمل برای بدخشی در نظر گرفته شده بود اهدا شد. و ما همین قهرمانی را که امروز برای افغانستان آورده واقعا بدخشی سید افتخار همی ماست. واقعا که زیر رنج و زحمات زیادی را کشیدن و امیدوار هستم که به این مسیر فقط اینا ادامه بدن. عظیم بدخشی قرار از 5 می برابر یکی از ورزشکاران مطرح روسیه به میدان برود. بدخشی با روند و پیروزی های خوبی که تا حال به دست آورده است، بعید نیست که این بازیکن به زودی به سازمان بزرگ UFC راه پیدا کند. ساوات چی نوا ورزش است؟ ساوات یک رشته ورزشی جوان در افغانستان که در بیشتر از 10 ولایت افغانستان فعالیت دارد. این رشته ورزشی مدت یک سال می شود که در افغانستان هواداران زیادی دارد. ساواد یا بوکس فرانسوی و هنر رزمی فرانسوی است که در آن استفاده از ضربات دست، پا و سلاح‌های سرد آموخته می‌شود.
هنر رزمی صافات روش مشابه کیک بوکسینگ است که در هنگام مبارزه از کفش استفاده می شود. در دیگر رشته های ورزشی رزمی بالاترین بازیکنان از نظر کمربند انتخاب می شوند، اما در صافات بهترین بازیکنان از نظر درجات فنی توسط دستکششان مشخص می شود که بالاترین درجه فنی ورزشکاران صافات دستکش آبی است. دستکش های سبز، سرخ، سفید، زرد و نقره‌ای به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. مایکل کاسیوس یک بوکسر فرانسوی بود که شوسان یا مبارزات خیابانی فرانسه را سازماندهی کرد. او فردی بود که تا حدود زیاد روش مبارزات خیابانی در فرانسه را سازماندهی کرد و آن را هنر صافات نامید. رشته ورزشی صافات از یک سال بدین سو در ولایات مختلف افغانستان و همچنان در پایتخت به فعالیت آغاز کرده است و در بخش بانوان و آقایان نیز ورزشکاران تمرین میکنند. به گفته آقای باتور، رئیس و بنیانگذار صافات در افغانستان، ایشان در چندین رقابت‌های بین‌المللی دعوت بودند، اما بنابر مشکلات مالی نتوانستند در این بازی‌ها شرکت نمایند. در افغانستان خوشبختانه در اوایل سال 1395 عضویت سازمان جهانی را ما گرفتیم که امروز خوشبختانه افغانستان عضو رسمی و دائمی فدراسیون بین‌المللی و کنفدراسیون آسیایی صافات در جهان است. در کل بوکس رشته خوبی است که در کنار رشته صافات کسایی که از پلیرهایی که میخواین که رشته صافات کار بکنن، بوکس کار بکنن، نسبتاً خوب است نظر به دیگر رشته ها، به خاطر که در رشته صافات بوکس و پا کار میشه و بیشتر فیصدی بوکس بیشتر کار میشه بشون. خاص ما از تربیت بدنی، از اداره ورزش در کل، خب گرچون مشخص است که خاص ورزشکارا حمایت از ورزشکار است. امروز ما اگر بخوایم که در سطح بین المللی پرچم سیرنگ کشور عزیز ما افغانستان به اعتزاز در بیاریم، دقیقا ما در صورتی که از طرف اداره ورزش کنم سپورت نشویم، ما نمیتونیم که هرچه زودتر به او افتخارات کسب بکنیم یا دست پیدا بکنیم. و خواست عموماً در کل خواست ما است که اداره ورزش باید با ورزشکاران، با فدراسیون ها همگام همکار باشند تا اینکه بتونیم فایترهای بسیار خوب را آماده بسازیم تا در سطح بین‌المللی باعث کسب افتخارات جهانی شود برای کشور از افغانستان. رقابت‌های صافات در دو سبک آسود و کامبت برگزار می‌شود. در آسود تنها دقت در اجرای نمایش تکنیک‌ها مورد نظر است و در کامبت ضربات به صورت کامل به حریف وارد می‌شود. بازی‌های کامبت به دو شیوه با محافظ سر و گردن و بدون محافظ برگزار می‌شود. من قبلا در رشته وشو بود. رشته وشو بود، باز برم رشته وشو در اینجا در رشته به رشته آمدیم. علاقمندی خاص داشتم در این رشته، باز همین رشته. از خواست ما سر بدنی همی است که ما را حمایت کنه، از ورزشکارا حمایت کنه دیگه، ما را دیگه چون فدراسیون ما تنوز سبز چیزایش مانده همی را گذشته ما را در فدراسیون باید سبز کنه و راسته. صافات تا حال در تربیت بدنی افغانستان به طور رسمی ثبت و راجستر نشده است. مسئولین و ورزشکاران این رشته از رؤسای ورزش افغانستان میخواهند که توجه به صافات داشته باشند تا بتوانند به گونه رسمی در رقابت‌های خارجی شرکت نمایند. خبرهای خارجی هم بعد از یک وقفه کوتاه دنبال کنید. سوفیا با درخشش بن ایدر شیاطین سرخ را شکست داد. شب گذشته در ادامه رقابت‌های دور برگشت لیگ قهرمانان اروپا، منچستر یونایتد در عین ناباوری در خانه مغلوب سوفیای اسپانیا شد تا خداحافظی زود هنگام را با لیگ قهرمانان داشته باشد. تیم های منچستر یونایتد و سویا شب گذشته در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و مسافه یک دیگر رفتند. این بازی با نتیجه دو برک به سود سویا به پایان رسید تا این تیم با توجه تساوی بدون گل دو تیم در بازی رفت به مرحله بعد راه یابد. بارسلونا در نیوکمپ میزبان آبی های لندن خواهد بود. دو تیم فوتبال بارسلونا و چلسی امشب در آخرین دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه نیوکمپ به مسافه همدیگر خواهند رفت. آخرین دیدار این مرحله از رقابت‌های اروپایی امشب بین دو تیم بارسلونا و چلسی برگزار خواهد شد
تا تکلیف تیم‌های صعود کننده به جمع 8 تیم برتر اروپا مشخص شود. شاگردان والورده فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و شانس کسب سگانه دارند. آنها در لالیگا اختلاف 8 امتیازی با تیم دوم ایجاد کردند و با خیال راحت در حال پیشتازی هستند. در کوپا دل ری نیز به فینال رقابت‌ها رسیدند و حالا نوبت رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا است که به 8 تیم برتر اروپا برسند. آبی و اناری‌ها در دیدار رفت در استنفورد بریج با نتیجه 1-1 مقابل چلسی متوقف شدند و حالا در خانه به دنبال کسب پیروزی و صعود از این مرحله هستند. در آن سو چلسی فصل خوبی را پشت سر نمی‌گذارد و اوضاع به کام شاگردان کنته پیش نمی‌رود. آنها در لیگ در رده پنجم قرار گرفتند و با تیم چهارم و کسب سهمیه فاصله گرفتند. در حقیقت تنها امید کنته به این رقابت هاست که مطمئناً کار آسانی پیش رویش نخواهد بود. با این حال در 6 تقابل اخیر دو تیم 1 پیروزی برای چلسی و 5 تساوی به دست آمده و بارسا موفق به کسب پیروزی مقابل چلسی نشده است. کوتینیو بزرگترین غایبه این بازی است و حضور سرجیو روبرتو، اینیستا، سمدو، سوارز و سمپر هنوز مشخص نیست. در آن سو باکایوکو، لوئیس و بارکلی نیز احتمالاً به این بازی نخواهند رسید. لوکاس با دورتموند تمدید کرد. لوکاس پیسچک مدافع لهستانی باشگاه دورتموند قراردادش را با این تیم تا 2020 تمدید کرد. قرارداد لوکاس پیسچک 32 ساله که از سال 2010 عضو باشگاه دورتموند هست یک سال دیگر به اتمام میرسد، اما امروز این مدافع میانی تصمیم گرفت قرارداد خود را تا سال 2020 تمدید کند. لوکاس پیسچک 7 سال قبل از هرتا برلین رای دورتموند شد و تا به حال 290 بار برای زنبورها به میدان رفته است. این مدافع لهستانی در روزهای درخشان دورتموند و فتح دوگانه بوندسلیگای متوالی ابتدای این دهن زیر نظر کلوب در ترکیب این تیم حضور داشته و نمایش درخشانی از خود ارائه داد. دورتموند در حال حاضر با 1 امتیاز اختلاف نسبت به شالکه در رده سوم جدول قرار داشته و در تلاش برای کسب عنوان نایب قهرمانی بوندسلیگا است. یوونتوس خوان جذب ویلشر است. سران باشگاه یوونتوس ایتالیا رسما اعلان کردند که در پای به خدمت گرفتن ویلشر و اوک توپچی های لندن در انتقال آزاد هستند. جک ویلشر در پایان همین فصل بازیکن آزاد خواهد شد و به نظر می رسد تمدید قرارداد در کار نخواهد بود. بیان کنری چند ماهی است که علاقه به جذب امرچان هافک لیورپول دارد و امروز توتو اسپورت گزارش داد یوونتوس حالا ویلشر را نیز تحت نظر گرفته است. بپه ماروتا مدیر کل باشگاه یوونتوس با شناخت فرصت‌های بازار مشهور است. او پیش از این بازیکنانی نظیر آندرا پیلو و فرناندو یورنته را با انتقال آزاد به تورینو آورده بود. توتو اسپورت اعتقاد دارد یوونتوس در صورت علاقه به جذب ویلشر باید با میلان رقابت کند. این بود مجموعه خبرهای ورزشی این ساعت. با بقیه برنامه‌های شبکه ورزشی 3 باشد. خدا نگهدارتان.